که بهشتی بکنه اینه که بایستی آثار تمدن پیش از اسلام 7700 سال ایران رو بزرگ بداری. اولین کار دینه که بایستی فرمان بدی، دستور بدی، اقدام کنی بارگاه کوروش ساخته بشه، باغ کوروش ساخته بشه. در حصار آرامگاه کوروش بایستی یه باغ بزرگ ساخته بشه، مثل همین صحن فاطمه که ساختن تو نجف میلیاردها دلار خرج کردن، که وقتی که مردم میخوان هر سال بیان اونجا امکانات همه رقم باشه، زیبا باشه و با شکوه باشه. چندین میلیارد تومان باید خرج بکنید، از کوروش باید شروع کنید، بعد برید به تخت جمشید، جای دیگه برسید، آثار باستانی ما رو بازسازی و بزرگ بدارید. برای تخت جمشید بایستی پول گذاشته بشه چندین میلیارد دلار و سرمایه گذاری بشه اطرافش، بعد ما میتونیم ساخته بشه باغهای خیلی خوب، ما میتونیم بعد از سر تا سر دنیا توریست بیاریم. استر داریم اونجا، دانیال داریم، اون آرامگاه های دیگه که در اونجا هست، اینها رو بایستی بزرگ بدارید، قشنگ بسازید، مدیریت خوب بشه که توریست به ایران بیاد و بزرگ داشته بشه تاریخ و تمدن ما. من میگم برای کوروش وقتی که صحن ساخته بشه، بانک ها اینا مشارکت میکنن، وقتی که کار آماده بشه، آماده بهره برداری بشه، اونی که مثل اونی که برای فاطمتون ساختین در نجف کنار قبر امام علی، وقتی که ساخته بشه ما در هزینش مشارکت میکنیم، ولی قبلش الان نه، الان چون دزد زیاده میدزدید. شما وقتی بسازید 20% هزینه‌ش رو مردم ایران ما پرداخت میکنیم، تا 20 میلیارد تومان ما پرداخت میکنیم. پس از اینکه ساخته بشه بارگاه کوروش، بارگاه کوروش به عنوان یک جایگاه مهربانانه که از سر و سر جهان بیان اونجا دیدن کنن. حالا اگه نکنید این کار، من به شما بگم شما هر کی باشید نابودید، نابودید، یا توسط خود اینها یا دیگران شما رو میزنن به حساب اینها. شما خمینی که بزرگتر نیستین از قاسم سلیمانی، از دیگران. خمینی رو چندین سال پیش من با پزشکش آقای پروفسور سیف‌الدین رو مصاحبه کردم، گفت اینا زدن این کشتن، پزشکش اینو گفت به من. پزشکش منم میگم عمل نشود، ولی عمل کردن دیگه، کارشون با خمینی تموم شده بود و باند رفسنجانی احسن بابا خود جراوالی که من نمیفهمم از همه واردترید. برم با پروفسور سیف‌الدین نووی هستیم. امروز محافظش و خود سیستم نظام جمهوری اسلامی حرف ما رو تایید میکنه. خب حالا این رو که ما 20 خورده خیلی وقت پیش مطرح کردیم، خیلی شان چندین هزار نفر اینو گوش کردید، خیریت چون رفته. خوشبختانه دوباره آقای حمید نقاشیان، حمید رضا نقاشیان، که ایشون خودش محافظ، رئیس تیم حفاظتی که از ما نیست، نبوی نیست، کسی دیگه نیست، رئیس تیم حفاظتی خمینی و مأمور بالا و بلندپایه امنیتی که بعدن قاتلا رو بازجویی کرده، ایشون وعده اعتراف میکنه که زدن خمینی رو کشتن. و میگم چجوری دارو، همونجوری که نبوی گفت برای معده‌ش و اینها، میگه یک دواخونه الکی باز میشه با مدت چند روز در لندن توی زیرزمین، یک خونه زیرزمینی، مغازه زیرزمینی دارن، بعد از جای دوام میاد تهران خونه هم میکشم نیر بگرد. وزارت اطلاعات وجود داره که منم یه دوره روی این پرونده یه کار نسبتا سنگینی رو عهده‌دار شدم انجام دادم، و اون این که تو اون پرونده گفته میشود که امام با مشکل قلبی رفتن به داخل بیمارستان، ولی بعداً معلوم شد که معده امام خونریزی کرده. تو اون پرونده گفته می شود که حضرت امام رو ترور کردن، به قتل رسوندن. شما معتقد به شهادت امام هستی؟ بله. خود شما هم اعتقاد داریم که در اون پرونده هست؟ خودم رو پرونده پر کردم. و فکر می کنید چطور این اتفاق افتاده؟ مسمومیت؟ داروهایی رو، قرصهای کپسولی رو از توسط یه 3 تا 4 تا رابط که من همهشون رو بازجویی کردم و ارتباطات رو درآوردم، از انگلستان از یه داروخانه زیر پله‌ای خریداری میکردم که این داروخانه قبلش نبوده، ایجاد شده برای این کار. بعدش که هم شهید شدند هم اونجا تعطیل شده. عناصر مرتبط با این کار هم ما همه رو بازجویی کردیم، متن بازجویی هم توی اون. حالا بگذاریم که اینها چقدر سادات تازی تلاش کردن که وقتی خمینی رو میخوان
قدرت بدن. شنیدید که ملکه هم از سادات تازی است، خودش گفته از سال 40 خورده سال پیش من اینو مطرح کردم که خمینی که انگلیس بهش قدرت میده، اینها خودشون هم میگفتن و میگوین که ملکه انگلیس اصلا از نوادگان محمده. این شهر فرنگ نشریه شماره نخست نشریه ماست که 40 سال پیش در پاریس من منتشر کردم. وقتی میدید اون پایین مقاله هست به نام شیخ زوبر شکسپیر، شیخ زوبر، در این مقاله من به همین مسئله اشاره کردم 40 سال پیش. و بعد غلام حسین سعدی از دوستان من که اون موقع اوتلو در سرزمین عجایب رو ساخت، همین شکسپیر شیخ زوبر رو تو نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب که مسعود اسدالله عزیزم و دیگران که مسعود رفت روانش پاک و بدرود با مسعود اسدالله می آورد. و اون موقع ما 43 سال پیش مطرح کردیم تا الان که خود اینها میگن که از هر گفته آخونده دیگه لبنان و سوریه گفتن، اینا میگن از تبار محمد بوده و هست، چارلز هم همون میشه اونا، حالا دو راست یا دو رو میخوام بهتون میگم تو عاقل باش. خب این ها که خمینی رو میان تو آب نمک میخوابونن با اسم وجوهات تشکیلات روحانیت رو میگن میسازن، اینها حتی وقتی که در مواقع شاپور بختیار و یا اسرائیل میان پیشنهاد میکنن به شاهنشاه که آقا ما میخواییم خمینی رو باید بکشیم، میکشیم خمینی رو، میگه نه، شاه رو که اونجور مذهبی نگه داشته بودن در اون مقطع که الان خود شعبانه هم میگه دیگه مثل قبل دینی نیست، مذهبی نیست، بقیه هم نیستن مثل قبل، وقتی اینجور مذهبی نگهش داشته بودن که میترسه خمینی رو بکشه، چرا؟ چون سید اولاد پیغمبره. نمونه ها داریم ما، آقا کسی که بلند شده داره امپراتوری بزرگ ایران نابود میکنه، تو فهم کنی سید اولاد پیغمبر خودش نیست، نفوذ سادات تازی در دربار هست، نفوذ مقتدرانه ای که از آقای اصلان افشار صحبتاش پخش کردیم بارها براتون، تأکید میکنه که دوتا از نزدیکترین افراد شاهنشاه این توبه نامر میدن، صدای انقلاب بشنیدن به زور به خونه شاه پرت میکنه میدن بهش پیام آوردن آقای حسین نصر، سید حسین نصر و آقای رضا قطبی این پیام آوردن. وقتی آمدن تو دفتر من نشستن، رفتم گفتم که پیام آمدن، پیام حاضر علازن. خب منتظر بودیم که من هم رفتم پشت میزم نشستم، منتظر بودم علازن احضار بکنن این آقایون رو که پیامو ببرن ببرن به علازن و علازن هم شاید مطالعه بکنه. در این موقع در باز شد، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته، علازت اومدن تو اتاق ما، علازت که من برم اونجا، آمدن تو اتاق و من پشت میز که نشسته بودم بلند شدم. وقتی بلند شدم علازت گفتن نه خیر بشین بشین بشین، و بعد خودشون روی صندلی روبروی من نشستن، ببخشید درست مثل یک ارباب رجوع که کار داشته باشه با یک کسی اونجا نشسته بودن، و گفتن پیام کو. بعد آقای قطبی پیام رو دادن به علازت و علازت پیام رو خوندن و بعد با بی‌اعتنایی تمام پیام رو پرت کردن جلو من و گفتن من نباید این حرفا رو بزنم. بعد آقای سید حسین نصر و آقای قطبی با هم دیگه تقریبا گفتن که علازت فکر ما میکنیم که باید علازت این مطالب رو بفرماین، برای اینکه علازت باید خودشون الان در ردیف مردم بذارن، یه چیزی که مردم میپسندن اون کار رو علازت انجام بدن و اینطور. بعد علازت خیلی عصبانی شدن و از اتاق رفتن بیرون. آلیانس این رو گفته، شهود دیگه داریم، خود من باز 30 خورده سال با آقای آری بن مناشه مأمور بلندپایه موساد، معاون نخست وزیر، معاون امنیتی اسرائیل مصاحبه کردم، میگه ما به شاه پیشنهاد کردیم که آقا ما می‌خوایم خمینی رو بعد بکشیم، اسرائیل خمینی رو بکشه، شاه گفت نه. بعد جیسکار دستان به شاه زنگ میزنه میگه آقا داریم میاد، می‌خوای رش ندم، میگه نراش بده. اینا همین نفوذ سادات تازی در خانه شاه، در کاخ شاه هست که میترسونن. خانم فریده دیبا در همین پاریس به خود من، وقتی من در حال عصبانیت همون سالهایی که داشت هزاران نفر در ماه اعدام میشدن در ایران در سالهای 60 1160، به ایشون گفتم این خمینی پرید گذاشته که فلانی توهین نکن به سادات، ایشون سادات اولاد پیغمبر، به اولاد پیغمبر توهین نکن. خانم فردی دیوار تو پاریس چجوری فکر میکرد؟ خب حالا بچه فامیلش و دیگران هم که اونجا بودن، اینا شاه رو تحت تاثیر و فشار قرار میدادن، پادشاه خردمندی که ایران رو با پدرش
در آستانه جهانی نو قرار دادن. خب شما اینها رو که دارید میبینید که حتی آلیانس میبینید چی میگه؟ بریفلی من دکتر اعتبار یه روز رفتم ببینمش. دکتر اعتبار خیلی ناراحت بود تو اتاقش میرفتم میومد گفتم چیه؟ گفت که شاپور بختیار پلان کرده که نقشه کشیده خمینی را در پاریس بکشه. من فکر شدم گفتم من نمیخوام تو این کار زیاد دخالت بکنم. بعد بود گفتم علی حضرت اطلاع دارن؟ گفت نمیدونم. نه بعد خیال کنم به علی حضرت گفته بودن. چرا؟ برای خاطری که موقعی که من بختیار تو پاریس دیدم خیلی عصبانی بود دست اعلی حضرت فوش میداد. اگر واسه خاطر ایشون نبود خمینی به ایران نرفته بود. وقتی تیکه ها رو با هم جمع بکنین خیال کنم اعلی حضرت بود که جلوگیری کرد خمینی را نکشن. نمیذارن خمینی کشته بشه. چرا؟ چون میخوان بهش قدرت بدن. حالا که ما قدرت بدن اینا از قبل تو آب نمک خوابوندن. من در کتاب دینداری و خردگیری اینو شرح دادم، مهربان جان باید بخونید. در اونجا توضیح میدم که خود روحانیت رو چجور انگلیس میسازه، حوزه های علمیه رو در عراق و ری و قم و مشهد و نجف و سامره و اینا چجور میسازه. میگه آقا یه بیگم خانمی هست در کشمیر فاحشه خونه داره در هند. این بیگم خانم که فاحشه داره، شراب خوری و فاحشه بازی و اینا، شیعه است. میمیره وصیت میکنه پول من خرج تشیع کنید. بعد من اینا میشه اینا چرته. این وجوهاتی که همیشه گفتن که وجوهات رو بازار میده، وجوهات دادن به خمینی، اینا اینها توسط ماموران و جاسوسان استعمار پولهایی است که یا از خود ما دزدیدن، مصادره کردن، اینا یا از کشورهای عربی گرفتن دادن. نمونه دیگه اش همین نمونه آقای برومند عزیز هست که خب من هم ایشون پاریس میشناختم، با فامیلاشون آشنا هستیم، میفرستیم. ولی آقای برومند سوئیس تحصیل میکنه. میدونید که اکثر افرادی که میومدن خارج تحصیل میکردن اینها رو این جنبش های فراماسونری یا استعماری دیگه اینا رو در استخدام خودش در میاره، بعد با امکانات میفرسته ایران. درست مثل بعد یکی اینها، یکی تجاری که با خارج کار میکنن. تجاری که با خارج کار میکنن میگه آقا شما ما اینقدر بهتون کم میدیم، تخفیف میدیم، اینقدر مالیات نمیدید، اینقدر تکسی که اونجا بدید نمیدید، تو انگلیس نده، اونجا نده، اونجا نده، این پولا